عقایقی جالب و باور نکردنی از زندگی شخصی شهراغ داشلو از دو ازدواج جنجالیش تا علت تغییر اسمش و نامزدی جایزه اسکار و ماجرای فرار ترسناکش از ایران با سر و دست شکسته با ما همراه باشید راجع به این هنرمند صحبت میکنیم سلام دوستان به کانال هاشی تیوی خیلی خوش اومدید امیدوارم حالتون خوب باشید خب خانوم پری وزیری تبار که بعد از ازدواج اسمش رو به شهراخ داشلو تغییر داد متولد و اردی بهش ماه سال 1331 هست. بازیگر معروف دوران پیش از انقلاب که در اوایل انقلاب به شکل عجیبی از ایران به آمریکا فرار کرد. اون تنها هنر پیشه ی زن ایرانیه که بعد از انقلاب بازیگر هالیوود شد و حتی تا جایزه اسکار هم پیش رفت. بازیگری که زندگی پر از فراز و نشیب رو تجربه کرده و بعد از 22 سال دوری از بازیگری فعالیت خودش رو از سر گرفت و اون زمان در فیلم ها و سریال های ایرانی و غیر ایرانی زیادی بازی کرد و همچنین به دلیل صدای ویژش به عنوان گوینده و دوبلور هم فعالیت هایی داشت خانم آقداشلو با نام خانوادگی وزیری تبار در سال 1331 در خیابان جامی تهران به دنیا آمد. سه برادر و یه خواهر داشت که توی خانواده نسبتا بسته بزرگ شد. بازیگری رو از سال 1349 وقتی که 18 ساله بود با حضور در کارگاه آموزش بازیگری شروع کرد. اما با مخالفت سفت و سخت پدرش مواجه شد. این مخالفت تا جایی ادامه داشت که پدرش به شهره گفت که اگه تمایل به ادامه این مسیر هنری داری باید نام خانوادگیت رو تغییر بدیم. توی همین رفت و آمدها بین اهالی هنر با آیدین آقداشرو رو نقاش و نویسنده هم آشنا شد. سال 1351 در 21 سالگی با آیدین ازدواج کرد و با حمایت همسرش فرصت بیشتری برای بازیگری پیدا کرد و حتی تونست در چند تا فیلم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تجربه بازیگری جلوی دوربین رو به دست بیاره و موقع کانون خیلی فعال بود و فیلم های درجه یکی می ساخ. اما به خاطر فشارهای پدر در نهایت مجبور شدش نام خانوادگی همسرش رو انتخاب بکنه تو پرانتزم بهتون بگم که آقای آیدین آقداشلو آثار هنری زیادی به جامونده که یکی از معروفترین نقاشی های حراج تهران رو چند سال پیش به خودش اختصاص داده بود خیلی از کتاب دوران مدرسه هم نقاشیش رو آقای آقداشلو انجام داده خب خانوم شهراغ داشلو قبل از انقلاب در سه فیلم مطرح اون زمان بازی کرد اما بعد از اتفاق عجیبی که در ادامه بهتون میگم در اوایل بهمن ماه سال 57 با همسر خودش ابتدا به ترکیه و بعد هم به انگلستان مهاجرت کردن. خانم آقداش در مورد چگونگی بازیگر شدنشون و روزهای آخر حضورش در ایران و مهاجرت بهمن ماه پنجاه و همینطور چگونگی بازیگر شدنشون تعریف میکنن که محمد رزا اصلانی کارگردان معروف دوست خانوادگی من و آیدین همسرم یه روزیشون یه سناریو آورده و به آیدین نشون داد آیدین از سناریو خیلی خوشش اومد به من گفت که این سناریوی فیلم شطرنجه و من هم موافقت کردم که در این فیلم بازی کنم خیلی هم فیلم زیبایی شد ولی متاسفانه سانسور شد و به نتیجه خوبی نرسید در نهایت هم هرچی تلاش کردیم نتونستیم اکرانش کنیم فیلم بعدی این فیلمم با آقای عباس کیارو سمی بود که اون موقع توی کانون پرورش فکری خیلی فعال بود اون هم از دوستان خانوادگی ما بود یه روز آقای کیروستمی برای تماشای نمایش گلدون خانوم که من در اون حضور داشتم به کارگاه نمایش اومد و از بازی من خیلی استقبال کرد بعد از اون قرار شد برای بازی در فیلم جدید ایشون به اسم گزارش با هم ملاقاتی داشته باشیم من اون موقع تازه از اروپا برگشته بودم و با یه تیپ خاص سر قرار حضور پیدا کردم آقای کیاروستمی من رو که دید به من گفت ببین من فکر نمی کنم شما مناسب این نقش باشید شما قیافتون خیلی فرنگی و خیلی لاغرید برای این نقش نقشی که من میخوام به تو بدم یه زن جوونه که تازه ازدواج کرده و طبقه اجتماعیشم هم فکر کنم با شما خیلی فرق داشته باشه ولش کن اشتباه کردم به شما گفتم که بیای. اما شهراغ داشلو به کیاروسمی میگه شما اشتباه نکردید چند لحظه سب بکنید الان بهتون ثابت میکنم اون به گارسون کافه میگه که براش چند تا نون خامه ای بیاره گارسون هم وقتی که نون خامه رو میاره اون نون خامه رو میخوره و میگه من دو هفته هر روز نون خامه ای میخورم و بعد با شما قرار میذارم میام پیشتون و شما میبینید که همون زنی هستم که شما میخواید کیارو سمیان با تعجب به من نگاه کرد و گفت خیلی خوب حالا برو این سناریو رو بخون ببینیم چی میشه منم گفتم باشه و سناریو رو برداشتم و اومدم خونه بعد از حدودا دو هفته وقتی به حضور ایشون رفتم کمی چاخ شده بودم موهام رو هم کوتاه کردم و دقیقا مشابه همون زنی که شدم که آقای کیاروستمی میخواست شوراغ داشلو سومین کار موفقی که قبل از انقلاب انجام داد همکاریش با علی حاتمی و بازی در فیلم سوت دلان و همکاری با آقایان علی حاتمی بهروز وسوق و محمد علی کشاورز و جمشید مشایخی بود خب بریم سراغ ماجرای تلخ فرار شهراغ داشلو از ایران و صحبت های دردناکی که انجام دادن خانم رو در مورد علت خروجش از ایران میگه قبل از انقلاب 57 دوران نخست وزیری شاهبور بختیار یه راهپیمایی عظیم از خیابون شاهاباد به راه افتاده بود من هم مثل هر جوون دیگه ای میخواستم ببینم چه خبره بنابراین به دوست دوران کودکی مهدی زنگ زدم و گفتم مهدی من تنهایی نمیرم و پدرم و همسرم هم میترسه مثل که به خیابون اصلی رسیدیم یه دفعه نگاه کردم دیدم وسط خیابون پر از جمعیت که البته بیشتر جمعیت خان خانم هایی بودن که آدم های حسابی بودن و مشخص بود حرفی برای گفتن دارن وسط خیابون در واقع همون مذهبی ها مردم وسط رو سنگسار کردن سر برگردوندم ببینم چه خبره دیدم چشم چپم پر از آب شده و خیسه اول فکر کردم آب سرمون ریختم ولی بعد متوجه شدم که سرم به شدت شکسته شده و این خون سرم بود که جاری شده بود و به چشمام رسیده بود مهدی دستم رو گرفت و از لابلای جمعیت فرار کردیم کوچه از کوچه های بهارستان خودمون رو به آمبولانس رسوندیم و سرم رو یازده تا بخیه زدن هر کدوم از اون بخیه ها رو که می زدن با خودم می گفتم اینجا دیگه جای تو نیست و باید بریم به همین علت بود که تصمیم گرفتم ایران رو ترک بکنم بعدم ساکن لندن شدیم حدودا دو سال بعد از این قرار خانواده آقداشلو در سال 59 آقای آیدین آقاداشلو همسر خانم شهره تصمیم میگیره به ایران برگرد اما شهره حاضر به این کار نبود و همین موضوع باعث اختلاف و جدایی این زوج از هم شد خانم آقاداشلو بعد از جدایی از همسرشون هنوز امکان بازیگری نداشتن واسه همین برای اینکه بتونن هزینه زندگی رو تأمین بکنن در یه فروشگاه لباس زنونه مشغول به کار شد. شوراق داشلو در سال 78 خورشیدی بعد از 22 دو سال دوری از بازیگری فعالیت بازیگری خودش رو از سر گرفت. ایشون در سال 81 برای بازی در فیلم آمریکایی خانه ی نامزده نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد. همچنین در سال 87 برای بازی در سریال خانه ی صدام صد در نقش همسر صدام صد جایزه ای امی رو هم دریافت کرد. یکی از جنجالی ترین نقش های شهرق داشلو بعد از انقلاب بازی کردن در فیلم سنگسار سریا بود که خیلی از نسل جدید که خانم آقداشلو رو نمیشناختن به واسطه این فیلم با اون آشنا شدن. برای این هنرمند خوب کشورمون آرزوی سلامتی داریم. حتما نظرتون رو راجبه خانم شهر آق داشلو برامون تو بخش کامنت ها بنویسید یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید